سلام دوستای عزیزم به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید ما طبق روال هر هفته روزهای یک شنبه سه شنبه و پنجشنبه با پخت انواع غذاها و دسرهای ایرانی و خارجی توی کانال ریتم آشپزی خدمتتون هستیم من امروز قصد دارم یکی از دسرهای بسیار خوشمزه و سنتی ایرانی رو آموزش بدم کاچی یا قولماغ تبریزی بزنیم بریم سراغ مواد اولیه آرد گندم چهار قاشق غذاخوری زعفران دم کرده به مقدار لازم شکر یک لیوان کره صد گرم و زرچوبه یک قاشق مرباخوری آب ولرم یک الا یک و حالا بریم سراغ تهیه توی کاپلمه مناسب اول آردمون رو میریزیم و اونو تفتش میدیم تفت دادن حدود ده دقیقه طول میکشه و دمای شوله باید متوسط باشه ولی نباید از هم زدن و تفت دادن این دست بکشیم چون میسوزه آردش همطور تفتش میدیم تا به این حالت که میبینید در بیاد که خورد رنگش تغییر میکنه و آماده هستش که ما بقیه مواد و بهش اضافه کنیم موقعی که میخوایم مواد دیگر رو اضافه کنیم باید دما رو خیلی پایین میاریم یعنی شله رو خیلی کم میکنیم کره رو اضافه میکنیم و مدام ترکیبمون رو هم میزنیم تا آردمون نسوزه بعدش آب رو آروم آروم اضافه میکنیم و باز هم میزنیم این مرحله مرحله حساس تهیه کاچی هستش سعی کنید که خیلی آروم آروم این کار رو انجام بدید آب رو توی چند مرحله اضافه کنید و مدام کاچی رو به هم بزنید هم زدن در واقع آرد و کره توی این مرحله خیلی مهمه و از گلوله شدنش جلوگیری میکنه در زم کمک میکنه که آردمون کیفیت بهتری داشته باشه و نسوزه ما کل آب رو میریزیم حدود یک لیوان الا یک و نیم لیوان آب برای کاچی لازم هستش برای چهار قاشق غذاخوری آرد حدود یک و نیم لیوان آب نیاز هستش ما میریزیم همه رو و مدام هم میزنیم تا ترکیبمون کاملا یک بشه همینطور که میبینید الان دیگه کاملا ترکیبمون یک نواخ شده و زمان اونه که شکرمون رو اضافه کنیم شکر حدود یک لیوان برای این ترکیب مناسبه شکر رو هم هم میزنیم تا ترکیبمون یک نواخ بشه و الان زمانشه که ما زرچوبه رو به ترکیبمون اضافه کنیم زرچوبه رو هم اضافه میکنیم و هم میزنیم زرچوبه خاصیت بسیار عالی به کاچی میده و اونو منحصر به فرد میکنه در واقع بعد از اینکه ترکیبمون یک نواخ شد ما زعفرون رو اضافه میکنیم زعفرون رو کم کم اضافه میکنیم و میخوایم که رنگ در واقع کاچی رو با زعفرون تنظیم بکنیم ببینیم چقدر نیاز هستش من خودم یه مقدار اضافه کردم و چون میبینم حالا نیاز هستش باز یه مقدار دیگه اضافه میکنم و همجا هم, هم میزنم دیگه تقریبا تمام ترکیباتی که قرار بود به کاچی بزنیم تموم شده ما اینو هم میزنیم تا شروع بکنه به گلگل گل زدن خب همینطور که تو تصویر میبینید کاچی داره گلگل میزنه و حدودا یه نیم دقیقه زمان میبره تا به اون گلزت مناسب برسه و دقت داشته باشید که ما حتما باید تمام این مدت رو دسرم رو هم بزنیم تا ته نگیره حدودا نیم دقیقه زمان میبره هم دو که میبینید کاچی داره گلگل گل میزنه و داره به اون قوام و مقلزت مناسب میرسه همطور که میبینید دیگه الان آماده است ما اینو خاموشش میکنیم و در ظرف مناسب سرو میکشیم بعد از اینکه یه مقدار خنک شد و خودش رو گرفت تزیینش میکنیم به به بسیار عالی و جذاب و خوشمزه بسیار خوشاب و رنگ شده کاچه خوشاب و رنگمون آماده هستش همطور که میبینید من با گل سرخ و همطور بادوم تزنش کردم دوستای عزیزم حتما این دسر بسیار پرخاصیت و مقوی رو تهیه بکنید و همراه خانوادهتون صرفش کنید اگه از این برنامه خوشتون اومد لطفا با لایک و سابسکرایب منو حمایت کنید تا برنامه دیگه خدا نگهدارتون